سلام، من بهرام و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم. به چنل ما خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی البته ترسناک حرف میزنیم. پرونده که در موردش امروز میخوایم صحبت بکنیم در مورد پیتر کورتن معروف به خوناشام دوسلدورفه. ویدیو ما و کلن چنلمون برای افراد بالای 18 سال درست شده و مناسب بچه ها نیست، به خصوص این ویدیو که دارای محتوای جنسی نامناسب هم هست. اندکی قبل از اینکه سر پیتر کورتن رو از بدنش جدا کنن، اون از روانپزشک زندان پرسید که به من بگو بعد از اینکه سرم از بدنم جدا شد، من صدای چکه کردن خون از گردنم رو میشنوم یا نه. وقتی روانپزشک زندان بهش گفت که بعد از مرگ چند ثانیه گوشاش میشنون، اون لبخند زد و گفت این لذت پایان دادن به همه لذت هاست. پیتر سومین از 13 کودک بود. او کودکی خشنی داشت و فقر و تنگ دستی را تجربه کرده بود. خانواده 15 نفره آنها در یک آپارتمان یک خوابه زندگی می کردند. پدرش در هنگام مستی همه خانواده را در یک اتاق جمع می کرد. به زور همسرش را برهنه می کرد و در مقابل چشمان کودکانش به همسرش تجاوز می کرد. در قرن 19 در آلمان جایی برای مادر پیتر به عنوان زن تنها وجود نداشت. به خاطر همین مجبور بود که توی ازدواج خشن خودش بمونه. تو همون دوران هم بود که پیتر وارد رابطه دوستی شد و مرد همسایه‌شون که سگ فروش بود. و بعد یه مدت هم شروع کرد رابطه جنسی برقرار کردن با اون مرد. و اون مرد بهش یاد میداد چجوری حیوانا رو شکنجه بکنه، پوست اونا رو زنده زنده بکنه و با اونا رابطه جنسی برقرار کنه. خیلی زود بود. پیتر 9 سالش بود که این کارا رو شروع کرد. بیشتر هم به خاطر این بود که اون پسر بزرگ خانواده بود و پدرش شدیداً اون رو تنبیه می‌کرد. گفتن که پیتر ظاهراً توی مدرسه خیلی شاگرد زرنگی بوده. ولی این تنبیهات رو عملکردش تاثیر خیلی بدی گذاشته بود. دقیقاً تو همین سنم بود که پیتر فرارش رو از خونه رو شروع کرد. یعنی اون فرار می‌کرد از خونه، گاهی ماه‌ها، هفته‌ها طول می‌کشید و پیتر بیرون از خونه بود. وقتی هم که بیرون از خونه بود شروع کرد با افرادی که مثلا مجرم بودن، جیب برد بودن، با اینا میگشت. با افرادی که مجرم بودن دزدی میکردن. دقیقاً. یه پسر 9 ساله چجوری میخواد خرج غذاشو بده، خرج مسکنشو بده یا مثلا هر چیزی دیگه ای رو نداشت. راحت ترین کار دزدی کردن بود. برای همین دزدی کردن شروع کرد. در سن 9 سالگی پیتر هنگامی که با دوستانش در رودخانه راین بازی میکردند، یکی از دوستان خود را از قایق پرت کرد. وقتی پسر دیگری برای کمک به دوست خود که در حال غرق شدن بود پرید، پیتر او را زیر آب نگه داشت تا خفه شود. مرگ این دو پسر به یک تصادف نسبت داده شد. او در سن 13 سالگی با دختری همسن خود دوست شد و علی‌رغم اینکه این دختر به او اجازه می‌داد که لباس‌هایش را درآورده و به بدن او دست بزند، اما در مقابل هر گونه تلاش برای برقراری رابطه جنسی مقاومت می‌کرد. پیتر به رابطه جنسی با حیواناتی مثل گوسفند، خوک و بز که در استبل‌های محلی بودند روی آورد، اما بعداً عنوان کرد که بیشترین حس لذت را زمانی به دست می‌آورد که برای رسیدن به اوج لذت جنسی به حیوانات چاقو می‌زد. از این رو برای رسیدن به اورگاسم شروع به زخمی کردن و چاقو زدن به حیوانات کرد، اما هنگامی که در حال چاقو زدن به یک خوک دیده شد این کار را کنار گذاشت. زمانی که پدرش به خاطر تعرض به خواهر 13 ساله پیتر به 3 سال زندان محکوم شده بود، پیتر در 16 سالگی از خانه فرار کرد. بعد از آن همچون ولگردها به زندگیش ادامه داد. او ساده ترین راه برای زندگی را برگزید: دزدی کردن. برای همین تا وقتی به سن 24 سالگی برسد بارها به زندان افتاد. خیلی ها معتقدند ورود پیتر به زندان مقدمه آشنایی او با خلافهای بزرگتر و در ادامه زمینه ساز عمیق شدن کینه‌اش نسبت به جامعه شد، چیزی که در نهایت او را تبدیل به یکی از بی‌رحم‌ترین جنایتکاران زمانه کرد. در 25 می سال 1913 پیتر تازه از زندان آزاد شده بود. طبق معمول دنبال یه جایی میگشت که بتونه دزدی کنه. اون به طور اتفاقی یه میخونه پیدا کرد که طبقه پایین میخونه بود و طبقه دوم صاحب میخونه اونجا زندگی میکرد. طبقه اول گشت، چی پیدا نکرد، عصبانی بود، ناراحت بود، به هم ریخته بود و خسته بود. تصمیم گرفت دزدکی وارد طبقه دوم بشه. طبقه دوم که شروع کرد به گشتن، به طور اتفاقی تو یکی از طبقه ها یه دختر بچه رو دید که روی تخت خوابیده. یه فکر به سرش زد. نزدیک شد، رفت روی دختر نشست، گلوی دختر توی دستاش گرفت و شروع کرد به فشار دادن و
دست و پا زدن دختر را تماشا میکرد. دختر که از دست و پا زدن ایستاد، اما پیتر خالی نشده بود. به طور ناخودآگاه اون چاقو جیبیشو در آورد، دوبار زد توی گردن دختره و به ارگاسم جنسی رسید. اون خودش تعریف میکنه، میگه کل این ماجرا 3 دقیقه طول کشید، اما من حس کردم مردمه که چشام گشاد شده، حس کردم سرم سبک شده و به ارگاسم رسیدم. اولین بار بود که همچین حسی داشتم. انگار صدای جریان خون آدما باعث می شد که من ارضا بشم. میخونه متعلق به مردی بود به اسم پیتر کلاین که پدر دختر بچه‌ام بود که اسمش کریستین بود. پیتر کلاین به پلیس گفت من به برادرم اوتو خیلی مشکوکم، به خاطر اینکه همون روز ما با هم یه دعوای خیلی شدید سر پول داشتیم و اون به من گفت یه کاری میکنم که تا آخر عمرت یادت بمونه. پلیس اتاق دختر بچه رو گشتن و فقط دستمال پیدا کردن که روش نوشته بود PK و اونا گفتن که احتمالاً اوتو از برادرش این دستمال رو گرفته بوده و به خاطر همین روش نوشته شده بوده. اوتو احتمالاً اسم همون برادر پیتر کلاین بوده، ولی در حقیقت فکر می‌کنم دستمال متعلق به کورتن بوده. کورتن بود، آره. بعد اونا فقط پلیسا توی اتاق به غیر از خون و اسپرم هیچ چیز دیگه هم پیدا نکردن. اتفاقا دادگاه هم که رفتن، همین اوتو رفت دادگاه، هیئت منصفه گفت که ما شواهد کافی نداریم، نمیتونیم به خاطر یه جمله حرفی که این زده اینو محکوم کنیم، بنابراین قاتل کریستین پیدا نشد. حالا برگردیم به پیتر کورتن. پیتر کورتن در کمال تعجب روز بعد از اینکه چی کشته شد، کریستینو کشت، رفت دقیقاً روبروی میخونه خانواده کلاین نشست توی بار و یه آبجو سفارش داد و شروع کرد به گوش دادن حرفای مردم در مورد قتلی که اتفاق افتاده بود. خودش تعریف میکرد، میگفت که من از اینکه مردم انقدر با ترس صحبت میکنن، همه دارن در مورد این ماجرا صحبت میکنن، من شگفت زده بودم، خوشحال بودم و این باعث شده من بتونم صدای جریان خون تک تک افراد اونجا رو بشنوم. اون تعریف میکرد، میگفت که من بارها سر خاک کریستین رفتم، همونجا که دختر بچه رو خاک کردن، و هر دفعه که به قبر دختر دست میزدم به ارگاسم میرسیدم و این خیلی روم تاثیر خوبی گذاشته بود. من دوست داشتم این کار ادامه بدم. حس خیلی خوبی داشته این کار. بعد اتفاقا 2 ماه بعدم اون رفته بود به دزدی که دختر 17 ساله رو دزدید و اینقدر گلوش رو فشار داد که خون از دهنش بیرون میپاشید و از این بار دوباره بازم به ارگاسم رسید و پلیس هم که دوباره اونجا رو گشت دوباره همون خون و اسپرم رو پیدا کرد و دوباره هم تونست از این قضیه قصر در بره. میدونیم هر قاتل سریالی که داریم، قاتل سریالی معمولا یه امضای خاصی دارن، یعنی کاری که انجام میدن یه فرمه، یه مدله. محققین و کارآگاه ها میگفتن که امضای پیتر کورتن این بوده، تجاوز جنسی صورت نگرفته ولی اسپرم وجود داره و خون فقط همین. در سال 1914 کورتن به ارتش فراخوانده شد، اما زندگی نظامی متناسب با کورتن نبود و او خیلی زود از ارتش فرار کرد. اگرچه او قصد داشت کار خود را ادامه دهد، اما خوشبختانه در همان سال به دلیل آتش سوزی و سرقت دستگیر شد. وی 8 سال در زندان نظامی بود و بیشتر وقت خود را در سلول انفرادی می گذراند. او اغلب عمدن قوانین را نقض می کرد تا تنها در بند بماند و اوقات خود را در میان خیالات خشن سپری کند. او تصور می کرد که به مردم حمله می کند، گلویشان را می شکافد، صدای جهش خون را تصور می کرد، آتش سوزی می کند و مردم را زنده زنده می سوزاند، حتی راهن را خراب می کند تا هرچه بیشتر مردم را بکشد و یا حتی جذابیت های جنسی جدید اما وحشیانه را خلق می کرد و بی‌صبرانه منتظر بود از زندان آزاد شود تا بتواند آنها را روی قربانیانش اجرا کند. بعد از آزادی در سال 1921 او برای اقامت با خواهرش در شهر کوچک آلتنبورگ رفت. او در آنجا با زنی به نام شارف که قبلا روسپی بود آشنا شد و ازدواج کرد. همسرش به خاطر تیراندازی به مردی 4 سال را در زندان سپری کرده بود. آنها تا سال 1925 در آلتنبورگ ماندند و کورتن در یک کارخانه به عنوان قالب‌ساز استخدام شد. ظاهراً او زندگی نرمال در پیش گرفته بود، با وجود رابطه جنسی خوب و مداوم با همسرش، اما احساس کمبود زیادی می‌کرد. این زوج عجیب برای یافتن کار بهتر به دوسلدورف مهاجرت کردند. این مهاجرت خوی وحشیگری کورتن را برگرداند. تا سال 1928 او به 4 زن حمله کرد
اغلب آنها را تا سرحد مرگ کتک می‌زد و به آنها تعرض می‌کرد. از فوریه تا نوامبر 1929 در منطقه دوسلدورف او مرتکب مجموعه ای از قتل‌های وحشیانه و سادیستی شد. 9 فوریه 1929 بود که پیتر داشت توی یکی از خیابان دوسلدورف قدم می‌زد. اون یه دختر 8 ساله رو دزدید که اسمش هم روزا بود و شروع کرد چاقو زدن به جای از بدنش که بیشتری خونریزی رو دارن و بعد از 2-3 دقیقه هم پیتر ارضا شد. بعد از اون پیتر خواستش که بدن دختر رو با بنزین آتیش بزنه، ولی بنزین کم بود و نتونست این کار رو انجام بده. بنابراین آدرس محل قتل رو واسه پلیس نوشت و براشون فرستاد و همینطور شرح داد که چجوری دختر به قتل رسونده. بعد پلیس هم که به اونجا اومدن و محل قتل رو دیدن که اونجا فقط خون و اسپرم ریخته است و دخترم 15 تا جای چاقو روی بدنش داشت. خیلی بد بوده. من احساس میکنم این که اون نامه رو اومده نوشته به خاطر اینه که میخواسته مثلا خشم رو بیشتر کنه، عصبانیت رو بیشتر کنه، چون معمولا پیتر وقتی که یه جنایت رو انجام داد دوباره به صحنه جنایت بر میگرد و با پلیس ها صحبت میکرد. خب این خیلی چیز عجیبیه. اتفاقا 5 روز بعد پیتر رفت دم یه مکانیکی و یکی از این آدمایی که ماشینای تو جاده رو تعمیر میکنن بهش گفت که ماشین من خراب شده و بیا ماشین من رو درست کن. پیتر یه آدم خوش قیافه بوده نسبتاً، چشای آبی، موهای بور و سفید پوست، قد بلند و لباس مرتب، برای همین هیچ کس به شک نمی کرده. اون به مرده میگه که بیا ماشین من درست کن. آقا هم باش میاد و به یه مکانی میرسن که دیگه هیچ آدمی اونجا نیست و مکان خلوتیه. پیتر آرومتر را میره تا اون آقا جلو بیفته. وقتی که جلو میفته پیتر از پشت بهش نزدیک میشه با چاقوی جیبیش. از پشت نزدیک ستون فقراتش چاقو رو فرو میکنه دوباره میکشه، دوباره میزنه تا اینکه مرد از شدت اون ضعفی که دوباره شکل رو زمین میفته. پیتر سر مرد رو از سرش جدا میکنه و به اورگاسم جنسی میرسه. بعد از اینکه به اورگاسم میرسه سر مرد رو که برده بوده از صدای چکه های خون، مثل اینکه زیر آفتاب دراز میکشی، آفتاب میگیری، ریلکس میگیری، ریلکس میکنی، اون دقیقه کنار اون دراز کشته و ریلکس کرده. خودش اینا رو تعریف میکنه. چرا وحشتناک؟ خیلی وحشتناک. روز بعدش هم دوباره بر میگرده با پلیس صحبت میکنه به عنوان یه شهروند مسئول یه همچین چیزی و این کابوس مردم شده بود. مثلا صحبت که میگفتن خوناش برای خوناش هم هیچ فرق نداره، مرد باشه، زن باشه، بچه باشه، یعنی همه ترسیده دارن. همه مثلا میگفتن که شاید بفر بعدی ما باشیم و مهمتر از این که خب تجاوز اتفاق نمیافتاده، فقط اسپرم پیدا میشده. هر کی هم باشه پیش خودش همین فکر رو میکنه که حتما با خون ارضا میشه، چون تنها شواهدی که وجود داره خونه و اسپرم. در طول یک ماه او 6 نفر را به قتل رساند. اولین آنها زنی بود که تقریباً 1 هفته دنبالش بود و بدن او را می‌خواست که روی درخت به صلیب بکشد تا تجزیه شدن آن را ببیند و صحنه هنری برای مردم ایجاد کند. سرانجام او به دفن کردن زن رضایت داد. علاوه بر این او 3 نفر را به طور تصادفی چاقو زد. یک دختر 18 ساله، یک مرد 30 ساله و یک زن 37 ساله که همه آنها توانستند فرار کنند. جنایت پیتر بیشتر و بیشتر شده بود و هر روز قتل‌های بیشتر، حملات تصادفی بیشتر شده بود و هر اتفاقی که در دوسلدورف می افتاد رفتش می دادن به هیولای دوسلدورف یا به اصطلاح خوناشام دوسلدورف و این باعث شده بود که ترس مردم زیاد بشه. اما یکی از هولناک‌ترین اتفاقاتی که افتاد و مردم رو بیش از پیش عصبانی کرد این بود که در جشن برداشت محصول بود که پیتر با همون قیافه خوشتیپ طورش به 2 تا خواهر نزدیک شد. یکی از خواهرها 14 سالش بود و یکی دیگه 5 سالش بود. به خواهر 14 ساله گفت که میتونی بری برای من سیگار بگیری، من اینجا مواظب خواهرت باشم که کسی بهش حمله نکنه، و اون دختر قبول کرد و رفت. بلافاصله بعد از اینکه اون دختر رفت، پیتر دختر کوچکتر رو خفه کرد و گلوش رو پاره کرد، درید گلوشو و اونو یه گوشه ی انداخت. صبر کرد تا دختر بزرگتر اومد. وقتی دختر بزرگتر اومد اونو از بین جمعیت دزدیدش و اونو گردنشو زد و از خونش خورد. برای اولین بار بود که پیتر خون انسانو مزه مزه میکرد و اون میگفت که من هم با جریان خون به ارگاسم جنسی میرسم، هم با مزه مزه کردنش.
بعد اتفاقا پلیس هم با کسایی که تونستن جون سالم به در ببرن از حمله پیتر صحبت کرده بودن و فقط اونو تونسته بودن بگن که یه سری آدم، یه مردی بوده که یه قد بلندی داشته و سفید پوست هم بوده، که خیلی از مردم آلمان دقیقا همین شکلی هن. و اتفاقا روانشناسایی هم که مثلا صحنه های قتل و اینا رو بررسی کرده بودن گفته بودن این آدم یه آدمیه که اصلا هیچ تسلطی به غریزه حیوانی خودش نداره و هیچی هم جلودارش نیست. دقیقا مثلا یه شیر، یه حیوان میتونه این کارا رو بکنه، یه انسان نمیتونه این کارا رو انجام بده. درست در همین روزهاست که یک دختر بچه 5 ساله ناپدید میشود. مدتی بعد جسد دخترک در اطراف دیواره یک کارخانه پیدا میشود. چند روز بعد جسد کودک دیگری نیز در خرابه نزدیک کارخانه پیدا میشود، در حالی که خفه شده و 35 ضربه چاقو با بیرحمی تمام به بدنش وارد شده است. ماه بعد کورتن دو دختر خدمتکار را به قتل رساند. این بار با استفاده از چکش به سر آنها ضربه زد. او همچنین کودکی را با چاقو کشت و او را در کوچه رها کرد. یه دختری بود به اسم ماریا که تازه از روستا به دوسلدورف اومده بود و دنبال کار میگشت. اون توی روزنامه در مورد خونه شام دوسلدورف شنیده بود، ولی با این حال چون زندگی سختی داشت اومده بود که اینجا زندگی بهتری برای خودش بسازه. توی ایستگاه راه آهن از آدمایی که اونجا بودن کمک خواست و یه آقای بهش گفت که من به تو امشب جا میدم، میتونی بیای توی خونه من بمونی. اون با مرد همراه شد، اما مرد میخواست اون از مسیر جنگلی ببره. برای همین ماریا مخالفت کرد و شروع کرد به سر صدا کردن. یه آقای اومد اینو از دست اون مرد نجات داد، ماریا رو نجات داد. اسم این مرد پیتر کورتن بود. اون با مرد همراه شد و مرد بهش گفت که میتونی بیای پیش من و همسرم بمونی امشب، من دلم برات میسوزه، میتونی بیای بمونی. ماریا هم خوشحال شد و همراه مرد رفت به خونش. رفتن تو خونش و مثل اینکه پیتر بهش پیشنهاد رابطه جنسی داده و ماریا قبول نکرده. برای همین پیتر بهش گفته که خب بیا بریم بیرون از خونه تا زنم برگرده، بهتره که دوری بزنیم. ماریا هم چاره‌ای جز قبول کردن نداشته، برای همین با پیتر همراه میشن و میرن. پیتر ماریا رو یک قسمتی از شهر که خلوت بوده گیر میندازدش و بهش حمله میکنه، ولی ماریا رو در کمال تعجب نمیکشه. چرا؟ فکر کنید چرا؟ به خاطر اینکه حتما اون حس رو بهش نمیداده، مثلا حسی نداشته اون موقع نسبت به که بکشتش. ببین گفته که ماریا هیچ تقلایی نمی کرده برای نجات پیدا کردن، یعنی خیلی یه جوریه گفته اصلا تلاش نمی کرده خودشو نجات بده. بعدش هم با خودش گفته خب این که غریبه بوده دیگه، این مال این شهر نیست، نمیتونه آدرس خونه منو پیدا کنه. برای همین پیتر از جونش میگذره و نمی کشتش و میره. ماریا هم اتفاقا برمیگرده به شهرش و در مورد این ماجرا با هیچ کس حرف نمیزنه. یه روز میاد یه نامه مینویسه برای دوستش و اتفاقاتی که براش افتاده بوده، اون تجاوزی که صورت گرفته بوده اونا رو برای دوستش مینویسه و میگه که حدس میزنه این آدم همون خونه‌شام دوسلدورف باشه. نامه رو پست میکنه، نامه میرسه به دست یه نفر دیگه. چه شانسی. میرسه به دست یه نفر دیگه و اون نفر نامه رو که میخونه بلافاصله نامه رو میده به پلیس. پلیس هم که متوجه میشه که این نامه رو خونده و اینا، میره ماریا رو پیدا میکنه. با ماریا میرن اون آدرس اون خونه که پیتر اونو برده بوده. پیتر فکر میکرده که خب نمیدونه. آره ولی یادش بوده. آره چون شنیده بوده در مورد خونه شما دوسلدورف، این آدرس رو به خاطر میسپاره. خلاصه میرن اونجا، از کجایی که تو راه برگشت پیتر ماریا رو میبینه. شستش خبردار میشه که اینا جاشو پیدا کردن. ببین خیلی آدم عجیبی بوده، خب پیتر نزدیک 50 سالش بوده الان دیگه. میره پیش زنش و در تمام مدت ادعا کرده فوق العاده عاشق زنشه. آره رابطه جنسی خوبی هم انگار باش داشته و مشکلشه، ولی بازم مثلا حس ارضا شدن نداشته، فقط با خون ارضا میشد. میره پیش زنش و به زنش میگه که ببین خونشم دوسلدورف منه و الان پلیسا میدونن که منم فقط مدرکی ندارم، برای سر من جایزه گذاشتم، بیا برو منو معرفی کن و پول تو بگیر. سیاست داشته. خیلی جالبه که مثلا تو بگی بیا برو پول تو بگیر. زنش هم قبول میکنه. زنش میره اداره پلیس و میگه که شوهر من خوناشام دوسلدورفم و من مدرک دارم و فلان از این حرفا، فردا ساعت 3 بعد از ظهر بیاین کلیسا بگیرینش. و میرن اونجا رو محاصره میکنن و پیتر در ظاهر یه آدم خیلی مرتب بهشون میگه که نترسید من همینجا. چرا ریلکس هم خیلی ریلکس بود.
پلیس که از اعترافات پیتر وحشت زده شده بود، دستور داد که یک ارزیابی روانشناختی انجام دهد. اولین ارزیابی از قاتل زنجیره جنسی. با این حال یافته آنها را بیش از پیش وحشت زده می کند. با وجود اعترافات رنگارنگ و مفصل، اعتراف به تخیلات متعدد و وابسته به عشق شهوانی، خون، قتل عام و آتش سوزی. پنج روانشناس جداگانه به این نتیجه رسیدند که او در حقیقت کاملا عاقل و مناسب برای محاکمه است. کورتن گزارش شگفت‌آور از جرایم خود را به پروفسور کارل برگ، روانشناس برجسته ارائه داد که بعداً این اعتراف را در کتابی تحت عنوان سادیست منتشر کرد. او در مجموع ادعا کرد 79 قتل انجام داده و تمام تلاش خود را کرد تا مقامات را متقاعد کند. شاید به این امید که به خاطر همکاری کامل وی پول زیادی به همسرش بدهند. حافظه او مثل آلبوم عکسی بود که از به یاد آوردن خاطرات هر یک از قتل‌ها و جنایت‌هایش لذت بسیار زیادی برای او به همراه داشت. کورتن ادعا کرد که کودکی بد و سیستم کیفری فاسد آلمان مسئول آزاد کردن تمایلات سادیستی اوست و او هیچ پشیمانی از جنایت خود نشان نداد. پیتر رو گرفتن دیگه. محاکمه پیتر اونقدر طول نکشید چون پیتر در کمال تعجب داشت همکاری میکرد. روز دادگاهش اومدن اسکلتایی که مونده بود، لباسا، وسایل قتلش، هر چیزی که مربوط به قربانی و قتل بود و چیدن. یه قفس هم گذاشتن که پیتر رو بکنن تو. پیتر در کمال تعجب با یه قیافه مرتب کوچ‌شلواری تمیز وارد شد و حضار تعجب کردن. وارد شد تو قفسش کردن و به 9 قتل متهمش کردن. مدرک داشتن که 9 تا قتل انجام داده و 7 تا اقدام به قتل داشته. پیتر گفت من پشیمون نیستم. من عدالت در برابر بی‌عدالتی اجرا کردم. سریع هم به مرگ محکوم شد. اتفاقا یه گروه از پزشکای آلمانی هم که توی دادگاه حاضر شده بودن گفتن که پیتر از لحاظ عقلی کاملا سالمه و میتونه که محاکمه بشه، هیچ مشکلی نداره تو محاکمه شدنش. اگه از لحاظ عقلی سالم نبود نمیتونست این همه سال از دست قانون فرار کنه. یعنی علنا شاید هیچ تسلطی روی کاری که میکرده نداشته. یعنی مثلا خیلی عجیبه که آدم با خون به اورگاسم برسه. آره دیگه، غریزه حیوانیش که میگفتن دیگه تسلط نداشته. آخه حیوان هم با خون ارضا نمیشه. یعنی وقتی بخواد فکر کنی نمیدونم مثلا با عقل جور در نمیاد. ولی محکومش کردن، به مرگ محکومش کردن. و همین پروفسور کارلبرگ هم اومد چی کرد؟ اومد سر پیتر رو سرش که جدا کردن، سر پیتر رو برداشت و سر پیتر الان هستش، میتونید الان عکسش رو ببینید. میخواست روی این سر یه سری آزمایشات انجام بده اما چیزی هم پیدا نکردم، ولی سر پیتر مرد. حالا من به این سر که نگاه میکنم احساس میکنم لبخند میزنه. آره دیگه، آدم چی بوده، روانی که نبوده البته، ولی کلا احساسی نداشته نسبت به این چیا. دکتر هولاکو یه حرف خوب میزنه، میگه که بیشتر جنایتکارای این مدلی نابغن. میگه خط فرضی وجود داره بین نابغه بودن و بین مجنون بودن، کسایی که به جنون میرسن. این پروندهم تموم شد. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو در مورد این پرونده برای ما بنویسید، ما خوشحال میشیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.